درود به همه ایرانیان و فارسی زبانان در سراسر گیتی و همینطور درود میگم به بانو آرتمیس اهورا که در این برنامه با ما همراه هستند و دکتر آرتمیس خوش اومدین به این برنامه و البته موضوع و جستار امشب در مورد آیین مهر و خاستگاه آن در ایران هست. میشنویم صحبت های شما رو و سپاس بی‌نهایت سپاس از شما بانو افسانه گرامی، درود بر همه بینندگان و شنوندگان این برنامه، چه کسانی که امروز با ما این برنامه رو میبینن و چه کسانی که سالیان بعد یا روزهای بعد این برنامه رو خواهند دید. امروز همونطوری که شما اشاره کردین میخوایم درباره جستارمون درباره در واقع آیین مهر و خواستگاه اونه. همونجوری که احتمالاً خیلی از دوستان میدونن، در واقع پرسشی که همیشه برای بسیاری مطرح بوده که اینا تفاوت آیین مهر با آیین مزدا‌پرستی چیست و آیا اینا اصلا تفاوتی دارن، یکی هستن و چگونه ایجاد شده و چه قدمتی در ایران داره، چه اندازه این آیین کهن هست. به طور کلی بانو افسانه، گفتگو درباره آیین مهر خیلی سخته، برای اینکه بسیاری از اسناد این آیین کهن به دست رومیان در اروپا از بین رفت و ما میدونیم که این آیین مهر خب از ایران و هندوستان در واقع آغاز شد. هیچ کس نمیدونه چه اندازه قدمت داره این آیین، برای اینکه چیزی میتونه حدود 7-8 هزار سال حتی قدمتش باشه، در واقع از اون زمانی که ایرانیان و در واقع عموزاده های هندی ما هنگامی که آریایی ها از بالاتر از تقریبا روسی از اون مناطق سرد بالایی وارد فلات ایران شدند، دو بخش شدند، یه بخش وارد ایران شدند، یه بخش رفتن به شمال هندوستان که افرادی که در پنجاب و کشمیر امروزی زندگی می کنند از در واقع قوم آریایی هستند و همتباران ما هستند، اما بقیه قسمت‌های هندوستان که افراد درویدی با نژاد درویدی که مخلوطی از نژاد سفید و سیاه بوده در شاید میشه گفت هزاران هزاران سال پیش اونجا زندگی میکردن تا کنون، اینها با هم تفاوت داشتن. بنابراین اون بخشی از هندوستان، در واقع شمال هندوستان و بقیه فلات ایران، همه با هم این بخش بزرگ آیین مهر رو داشتن و معلوم نیست از چند هزار سال پیش. اما در هنگامی که آیین مهر از ایران به اروپا میره و به یونان و روم باستان هم میرسه، پس از در واقع حدود 200-250 سال پس از درگذشت مسیح، حالا اگر که مسیح واقعا وجود داشته باشه، تا اون زمان آیین غالب در اروپا آیین مهر بود و کلیساهایی که در اروپا در واقع 250 سال پس از مرگ مسیح برافراشته شد، در واقع به جای محرابه های آیین مهر یا میترا ساخته شد و این رو دیگه همه پژوهشگران اروپا هم میدونن. اما از اونجایی که معمولا نمیخوان از ایران و اون چیزی که ریشه در ایران داره و ایرانیان در ایجاد اون دست داشتن چیزی اشاره و بیان بکنن، در این باره هرگز چیزی نمیگفتن تا قرن در واقع سده 18 در اروپا که کسی در شناخت آیین مهر بجز فرانسوا کومون سخنی نگفت. در ایران هم اندیشه خب خانمان برانداز و ایران سوزی که از میان شنزارهای به اصطلاح طوفانی صحرای عربستان آمد و ایران رو در بر گرفت و ایران ساخت، منظورم یورش تازیان و تحمیل
اسلام هست، در سوزاندن اسناد و نوشته های آیین مهر بسیار نقش مهمی داشت این اتفاقات، این رویداد، و بنابراین گفتگو درباره آیین مهر دستمایه هایی است که میشه گفت از دانشگاه هایی که رشته ایران شناسی دارن به دست میاد که چندان کهن نیستن ولی دارن روز به روز بیشتر میشن و بسیار هم چندین سال اخیر، شاید در یکی دو دهه پیش تا کنون، شتاب هم گرفته. اکنون در بیشتر دانشگاه های معتبری که درباره ایران شناسی بسیار رشته هایی دارن، دانشگاه ها رشته میتراشناسی یا مهرشناسی رو هم در کنار ایران شناسی به عنوان یک درس فراهم میکنن. در واقع شاهنشاه آریامهر نخستین بار گزینش این لقب آریامهر رو پس از 1400 سال در واقع به نوعی دوباره به بازیابی این نام مهری، نام میترایی یا مهری، و همه اون چی که این آیین مهر در ایران داشت رو دوباره زنده کرد، جان بخشید و این واژه آریامهر رو سر زبون مردم ایران دوباره برگرد. در واقع در دوران شاهنشاه آریامهر با فراهم کردن بودجه، در واقع از ایتالیا که جایگاه آیین مهر، مهری ایرانی رو در واقع در میشه گفت که اوتسیا در دهانه رودخانه تیبر بود رو در واقع میشه گفت در این شهر، در این شهر، این شهری از روم بوده که پایتخت آیین مهر بوده در واقع در دوران امپراتوری روم، و نیایشگاه های مهری در اونجا زیاد بودن، آمد و از ایتالیا در واقع دانشمندانی رو در واقع تقویت کرد و گرانت یا به اصطلاح مثل اسکولارشیپ، مثل یه بودجه های پژوهشی براشون فراهم کرد و تونستن در این شهر اوتسیا در دهانه رودخانه تیبر در واقع بازگشایی در واقع نیایشگاه های مهری رو در یک نشست جهانی به دست خودشون انجام دادن شاهنشاه آریامهر، و در واقع شور گرایش به شناخت آیین مهر از اون دوران فزونی گرفت. ما میدونیم که تفاوت در واقع شناخت آیین مهر در ایران با اروپا در اینه که ایرانیان در اوستا که ما میدونیم بهش میگیم آیین یا اندیشه زرتشت رو بهش میگیم آیین مزدیسنا، و در واقع پس از در واقع آیین مهر به دست زرتشت اسفندمان به وجود اومد، بزرگترین سند ایران شناسی است و نگاه و فرهنگ ایرانی رو در اون میبینیم که در اوستا در واقع ما واژه مهر و در واقع مهر پرستی رو داریم و این در مهر نیایش در واقع در مهریشت که یکی از نیایش هایی است که در اوستا به گونه کاملا منحصر به فردی درباره آیین نگهدارنده مهر گفتگو میکنه، گفتگو میشه درش یا نیایش میشه، به عنوان بلندترین و کهن‌ترین یشتی هست که در واقع در اوستا هست و امروزه به دست ما رسیده. بنابراین پس ما در اوستا درباره آیین مهر داریم و مهر، آیین مهر یا مهریشت در واقع بازمانده است از ارج و قربی که ما برای خورشید یا مهر در ایران قائل بودیم که در اوستا نگهداری شده و از اهورامزدا در این باره سپاسگزاری شده. در هندوستان هم در نوشته های ودایی هند، آیورودا یا جورودا نوشته های گوناگونی داره که ستایش و نیایش میترا یا مهر رو در اون میبینیم. در واقع نقش های بازمانده از آیین مهر نه تنها در هندوستان، در ایران و در همه جای جهان دیده میشه، حتی اگر که به گونه نوشته نباشه، مثل نقش برجسته شیری که داره گاو رو میخوره به دیوارهای تخت جمشید، اون شیر
در واقع نماد میتراست و منتها بایستی افراد نخست درباره آیین مهر بدانند که بتونن این نقش ها رو که اگر در جاهایی میبینن این کندکاری ها رو بتونن معنی کنن یا بدونن که کجاها سمبول های آیین مهر دیده میشه. من یک پرسش که برای پیش اومده ممکنه برای خیلی های دیگه هم پیش بده اینه که آیا مهرپرستی در ایران باستان هم یک تا پرستی بوده، درسته یا نه؟ بله کاملا درست میگین. ببینین ایرانیان به طور دیرباز ما از اون چی که از ایران هر اون چی که در فلات ایران در واقع فلات بزرگ ایران به یاد مونده و به جا مونده ما ایرانیان بت پرست یقینا نبودیم و مانند روم و یونان هم چند خدایه نبودیم. یعنی یونانی ها همون گونه که میدونید در اسطوره های یونانی شما خیلی خدایگان گوناگون میبینین، مثل هرکول، مثلا ونوس، مثل آفرودایتیس، مثل خود آرتیمیس که گادس به اصطلاح شکار یا در واقع باروری نامیده میشه و انواع اقسام خدایگان گوناگون رو مثل زئوس، مثل امثال هم اینها رو داشتن. اما در ایران حتی پیش از آیین مزدیسنا یا آیین زرتشت، فلسفه خردمندانه زرتشت، حتی در دوران آیین مهر که ما قدمتش رو حدس میزنن دانشمندان شاید به 10,000 سال هم میرسه، هرگز ایرانیان نمی اومدن هم مثلا ارج و قرب و احترامی داشته باشن و گرامی بدارن مثلا مهر یا خورشید رو، بعد همزمان ماه رو، بعد همزمان ستارگان رو، بعد همزمان مثلا نمیدونم، یعنی این گونه نبوده. اگر هم ایرانیان در آیین مهر در دوران آیین مهر به سر می بردن، چون بزرگترین منبع انرژی جهان اون موقع خورشید بوده و بزرگتر از خورشید ما در جهان پدیده‌ای رو نمی‌شناختیم، یعنی انسان‌ها هیچ کدوم نمی‌شناختن و خورشید خودش سمبل نور، گرما، جانبخشی، زندگی بخشی بوده. خب ما می‌دونیم که بالاخره در قدیم که زندگی‌های مثلا هزاران سال پیش که انقدر امکانات نبوده، خورشید بزرگترین نعمت زندگی ایرانیان بوده و از اون رو هست که در شب چله یا شبی که بهش یلدا به زبان آرامی گفته میشه، زایش این مهر رو، یعنی آغاز کوتاه شدن شب و آغاز بلندتر شدن روزها رو جشن میگرفتن. یعنی اینقدر برای خورشید نور و گرما و انرژیش اهمیت قائل بودن و اینم باز نشون دهنده این بوده که ایرانیان در حتی آن دوران چندین هزاره پیش که مردم جهان مشغول بت پرستی بودن، باز ایرانیان سمبل ستایش و گرامی داشتشون در جهان نور و روشنایی بوده. یعنی ما چنین ملتی بودیم که بعد تونستن زرتشتی در این فرهنگ بالیده که فرهنگ مزدا پرستی رو آورده و به مردم ارائه کرده برای نخستین بار در جهان. و تا پیش از زرتشت ما اصلا نمیشناسیم در جای دیگری به غیر از ایران که آیین مهر رو داشتیم و باز همون تک خدا بودیم، منتها خب آنچه که آفریننده جهان میشه مردیم خورشید میدونستیم هست، چون بزرگترین گرما و انرژی رو داشته و نور رو داشته. در واقع هیچ جای جهان مثل ایرانیان تک خدا یا به اصطلاح به نور گرایش داشتن، به روشنایی و سمبل پرستش و نور و روشنایی قرار دادن نبودن. از این روی هست که بسیار بسیار جالبه این نکته رو ما بدونیم که این آیین در واقع خردمندانه ای مانند آیین مثلا مزدیسنا یا حتی خود آیین مهر با همه ویرانگری هایی که علیه شد از بین نرفت. حالا ما ببینیم کارهایی که در این آیین انجام می شد خیلی جالبه. همین امروزه
در سراسر جهان به گونه های گوناگون در این گوش و گوشه جهان دیده میشه، مانند دست دادن به یکدیگر. دست دادن به یکدیگر یکی از نکاتی است که ایرانیان از دوران آیین مهر انجام میدادن، بهش میگفتن دست مهری. مهریان برای شناسایی همدیگه و اینکه بگن ما از یک باور و یک اندیشه هستیم، به یکدیگر که میرسیدن دست یکدیگر میفشردن. برخلاف اون چیزی که درباره دست دادن رواج دادن در برخی از به اصطلاح افرادی که تاریخ رو معمولا درست نمیدونن و درست تفسیر نمیکنن، میگن که نه، این دست دادن برای این بوده که ایرانیان به هم نشون بدن ما تو دستمون خنجر یا شمشیر یا مثلا سلاحی نداریم که بخوایم به یکی دیگه صدمه بزنیم، دستمون رو به صورت خالی میآوردیم جلو، در حالی که چنین چیزی نبوده. دست دادن به یکدیگر رو مهری ها، افراد پیرو آیین مهر، به هم که میرسیدن دست یکدیگر میفشردن و دو دستی هم دست هم دیگر رو میگرفتن که نشون بدن که ما از یک اندیشه و باوریم و ما با هم دوستیم. نمونه دیگه واژه یار، یار غار شنیدین؟ میگن یار غار هم دیگر. اگه بخواییم بدونین از کجا اومده، باید بدونیم که مهریان نیایشگاه های نخستینشون رو در غارها میساختن و چون این هم اندیشان و یاران با هم دیگه در اونجا گرد میومدن و با هم نیایش های مهری رو انجام میدادن، اونها رو بهشون میگفتن یار غار. یا درب مهرهایی هم که در اروپا ساخته شده، باید بدونید که نخست در غارها بوده. به ویژه کلن این یار رو مهریان این واژه رو آوردن و یار با واژه دوست تفاوت داشته. یار کسی بوده که شما رو در واقع در نیایش مهر یاری و یاوری میکرده، تفاوت داشته با واژه دوست. یعنی دوست و همراه به شکل امروزی که بین مردم رایجه نبوده معنی یار؟ نه، یار معمولا به کسی میگفتن که در آیین مهر در غار با یکدیگر اندیشه مهری رو ایجاد میکردن. تصاویر بسیاری از در واقع نیایشگاه های مهری هست و امروزه حتی به جا مونده در اروپا، چندین نمونش در ایتالیا هست که من خودم شخصا همونجا دیدم. در واقع برای نیایشگاه آیین مهر در انتهای یک دالان که معمولا در کوه یا در غار یا در پس از آمدن آیین مسیح، حتی این منتقل شد به زیر زمین و یواشکی انجام می شد برای اینکه دیگه اومده بودن آیین مسیح و غلبه بدن، در انتهای یک دالانی که سنگی بوده، حالا غاری هر چیزی که بوده، تونل مانند، اون ته اینها سمبل مهر رو میذاشتن که ایزد مهر اون مردی است با جامه سرخ و کلاهی که مثل این کلاهای پاپا نوئل های امروزی است، کلاهی که سنتا به اصطلاح بر سر میذاره، کلاه هفت ترکی بوده که کلاه ایزد مهر بوده و ایزد مهر رو یک بگونه ای سمبول در واقع مهر رو یک مرد جامه سرخی که چون سرخ نمادی از خورشیده، رنگ سرخ رو به خورشید نسبت میدادن، سمبولی بوده که اونجا بوده و در جلوی اون یک در واقع سکوی بوده که اگر که دقت کرده باشین در تمام تصاویر، هم در تصاویر آیین مهر در مهکده ها یا مهرابه ها و هم در روی دیوارهای تخت جمشید دیده میشه که یک مردی زانوی خودشو بر گلوی یک گاو گذاشته و اون گاو رو داره میکشه. این یعنی اینکه قربانی که برای آیین مهر میکردن در اون نیایشگاه ها معمولا گاو میکشتن و بعدشون کباب رو به اصطلاح یا گوشت اون گاو رو کباب میکردن و همه مهریان میخوردن. در واقع گوشت هم هدر نمیرفته، یعنی میکشتن و همونجا به عنوان اینکه افرادی که از این آیین هستن و در یک همایش مهری گرد اومدن برای نیایش، خوراک هم میخوردن. در مهرابه ها صندلی هایی که وجود داره به صورت دو ردیف صندلی روبروی همه، یعنی این طرفی نبوده به سمت اون ایزد مهر، افراد روبروی هم میشستن و در ته سالن در واقع اون مهراب بوده. اصلا واژه مهراب با هی به اصطلاح
جیمی نیستش. اون محرابی که شما با هی جیمی ببینین محل حربه و اون مربوط به آیین اسلامه که محراب بهش میگن. محراب اصلی که ما میگفتیم مانند مهر نوشته میشده، یعنی با هی وسط نوشته میشده و این محراب اون ته بوده، ولی افرادی که در آیین مهر بودن روبروی هم میشستن برای احترام به هم، هرگز پشتشون رو به هم نمیکردن که ردیف ردیف بشینن، این گونه روبروی هم میشستن. و پس از پایان نیایش افراد از این سو دست میدادن به هم و از اون سو دست میدادن. در واقع این دست دادن مهری که بهتون میگیم از اونجا میامد که پس از پایان نیایش هم افراد به هم دو دستی دست میدادن. این روزه در آیین اسلام شما میبینید در مسجدها، اینا همه بازمانده های میخوام بهتون بگم تأثیرات آیین مهر و المان هایی که از این آیین باقی مونده، سمبول ها در گوشه گوشه جهان به این صورت ها شما میبینید و این دست دادن مهری از دو طرف پس از پایان نیایش هم از دوران آیین مهر به جا مونده. حالا میبینیم که پس گفتیم که یار از کجا اومد، واژه یار غار از کجا اومد و تفاوت یار و دوست با هم چی بوده. حالا میخوایم ببینیم که آیین مهر کلا چیه. از بفرمایید. خواهش میکنم. دیگه تفاوت آیین مهر با مزدا پرستی در چی هستش؟ آیا تفاوتی با هم دارن و چقدر تاثیرگذار بوده آیین مهر در بعد از اون در دین زرتوش و در یزدان پرستی؟ درسته. سپاسگزارم. من دقیقا همین وارد همین جستار میخواستم بشم، این که اول اصلا ببینیم که آیین مهر چی هست. در واقع از شگفتی های فراوانی که پژوهندگان آیین های ایرانی مثلا مری وایس که از پژوهشگران آیین های ایرانی است و اشاره میکنه همیشه، اینه که ایرانیان برای نگهداری اون چیزی که می اندیشیدن زندگیشون به اون بستگی داشته، مانند خورشید یا همون مهر، و همچنین برای هوا، خاک، آب ستایش و نیایش می ساختن تا اونها رو پاس بدارن. در واقع باورشون این بوده که هنجارهایی که در جهان میبینید و گرداننده جهان هستند، المانهایی مانند آب و خورشید و در واقع مثلا خاک و هوا هستند و اینها بعدها شد بخشی از اشا یا قانون و هنجار گرداننده جهان که وارد آیین مزد یسنا شد. یعنی ما از دوران آیین مهر بود که ستایشگر تمام آن چیزهایی بودیم یا آخشیجهایی بودیم که زندگی انسانها به اون بستگی داشت، که همون چهار آخشیجی که بهتون گفتم، باد و آب و آتش و خاک، علامت سواستیکا رو تشکیل داد. سواستیکا یا همون چیزی که صلیب شکسته بهش میگن و ما دیدیم که حزب نازی از اون استفاده کرد، این از دوران آیین مهر در ایران باقی مونده بود و یکی از قدیمی ترین علائم یا سمبول های و لوگوهای ایرانیان هست در تمام تاریخ بشر و از قدیمی ترین لوگوهای تاریخ جهانه، برای اینکه ایرانیانی که مهر پرست بودند این المان ها رو ستایش میکردن و نگهبانی میکردن. ولی خب سمبول و بزرگترین اینها رو مهر یا خورشید میدونستن، ولی در کنار اون به آب و هوا و خاک هم کاملا نگهبان و نگهدارش بودن. و ما این علامت سواستیکا یا صلیب شکسته رو در تمام معابد هندو و بودایی و حتی روی دیوار کلیساهای بسیار قدیمی که پیش از اینکه کلیسا بشن در اروپا محرابه بودن هم میبینیم. و خب اینا ایرانیان این باور رو داشتن که اگر این هنجارها، این چهار آخشیجی که به شما گفتم، به هم بخوره، ناهنجاری در ایران پدیدار میشه و به اصطلاح انعشا میشه. ان هر چیزی، واژه ان رو بر سر هر چی ما میآوردیم در واقع منفی کردن بود، مثل ایرانی ان ایرانی، یا عشا
انعشا. بعدها این واژه انعشا شد واژه آنارشا یا آنارشیزم یا آنارکی که وارد به اصطلاح فرهنگ لغات اروپایی شد و نابسامانی، ناهنجاری و بلبشو رو بهش گفتن آنارشی. یعنی از همون انعشا یا مخالف عشا یا عشا نباشد در واقع استفاده میشه. بنابراین پس ما ایرانیان اعتقاد داشتیم این چهار آخشیج باید باشه تا در جهان هنجار وجود داشته باشه و چرخ جهان درست بچرخه. و برای همین هم این باور، این سیستم اندیشه از آیین مهر بعداً به آیین مزدیسنا رفت و ما دیدیم که اشو زرتشت در گاتها بارها واژه اشا به معنی هنجارهای هستی رو اشاره میکنه که منظورش همین قوانین در واقع فیزیک و شیمی و ریاضی و زیست شناسی و ستاره شناسی و اینهاست، هر آنچه که جهان رو روی یک سیستم و چرخه منظم یا هنجار مشخص نگه میداره و میگردونه. خب حالا عشا در فرهنگ آیین مهر در واقع نیک بوده، هر آنچه که نیک هست عشاست و هر آنچه که آن عشا بوده و ناهنجاری ایجاد میکرده اون رو بدی و تاریکی میدونستن. بنابراین ایرانیان و هندیان به طور هماهنگ با هم این عشا رو پاس می داشتن و برای پاس داشت این هنجارها یا عشای هستی در واقع یزت یا جشن می ساختن، جشن های گوناگون. می خواستم از شما بپرسم که از آیین مهر و آیین مزدا پرستی این جشن ها و این همه مناسباتی که برای شادی به منظورهای مختلف هر بهانه برای یک شادی داشتن، آیا از اون دوران مهرپرستی دقیقاً همین گونه وارد شده یا؟ بله آفرین، دقیقاً همین گونه است. و خب ببینید موقعی که زرتشت اسپنمان در ایران خب به دنیا اومده و بزرگ شده، در چه فضایی، در چه فرهنگی بزرگ شده؟ اون زمان هنوز ایرانیان مهرپرست بودن، بنابراین بسیاری از این المان‌هایی که می‌بینید آمده در درازای تاریخ تا به امروز من و شما رسیده، مثل همین جشن چله یا انواع و اقسام مراسم دیگه ایرانی، نوروز غیره و غیره، تمام اینها در فرهنگ ایرانی بوده. اینا یک شبه ایجاد نشده، اینا شاید هر کدوم چند هزاره اومده و زرتشت اسپنمان کاری که میکنه میاد اینها رو میاره با خودش، دوباره ادامه پیدا میکنه فرهنگو که قطع نمیکنن، که اونم یک فیلسوف خردمندی مانند زرتشت خودش در خلک بزرگ نشده، در یک فرهنگی بالیده بوده که همچین فلسفه زیبایی رو برای زندگی ارائه میکنه و خرد رو به جهانیان نشون میده. برای اینکه ایرانیان اینها جز باورهای هزاره هاشون بوده و با اینها زندگی میکردن و میبینیم که هیچ کدوم از این جشن ها ساخته هیچ یک فردی نیست. یعنی ما از درازای تاریخ اصلا هیچ کس نمیدونه نوروز چند هزار ساله در جهان هست، هیچ کس نمیدونه شب چله چند هزار ساله داره جشن گرفته میشه. یعنی اینها رو فرهنگ ایرانی و نگاه ایرانی در واقع درست کرده بوده، یک نفر قراردادی نیامده بوده از خودش، مثلا یک پادشاه یا یک حاکم یا یک مثلا حالا هرچی بیاد یک شهردار مثلا نشه بگه از امروز ما دیگه یه جشنی داریم به عنوان نوروز، قراردادی همجون برای دل خودم من این جشن رو مثلا ایجاد کنم، چنین چیزی نبوده. برای همین میبینیم که تا همین امروز در نیایش های روزانه هندوان یک نیایش مهر دارن، هندیان همین امروز هم دارن به نام میترایونا یوانا. در واقع میترایوانا اون جشن مهر یا نیایش مهره و به اون چشم روان گیتی میگن، یعنی خورشید رو سمبل روان گیتی میدونن، میگن اون خورشید چشم اون روان گیتیست، مثل دایره گردی خورشیدو که میدن گفتن این چشم روح گیتیه، روح جهانه، و روح جهان در واقع همون عشاس، هنجارهاییست که جهان رو تشکیل داده. حالا میترا
پرده هایی که در برابر راستی میکشند رو در واقع میزنه کنار، چون سمبل نوره و هنگامی که نور میاد تاریکی میره کنار. بنابراین میگن که نور راستی است، روشنایی راستی است و تاریکی بدی، پلیدی، اهریمنی و دروغه. بنابراین میترا پرده هایی که در برابر راستی میکشن رو هر بامداد انگار میزنه کنار و بر این باور در واقع باور آیین مهر در گذشته های به بلندای چندین و چند هزار ساله بین ایرانیان و رومیان و ایرانیان و هندیان مشترک بوده، هنگامی که با هم زندگی میکردن و هنوز از یک تبار و یک به اصطلاح قوم آریا بودن و بنابراین دقیقا قدمت آیین مهر رو نمیتونیم بگیم، ولی میدونیم که بسیار بسیار کهنه. حالا در سالهای بعد از آن ایرانیان که اومدن به سوی سرزمین کنونی بزرگ ایران اومدن، در واقع یزدها رو برای سرزمین ایران یک کمی متفاوت شد. هنگامی که اینا از هم جدا شدن، این بخشی از آریاییان رفتن در شمال هند، اون بخشی که اومدن در فلات ایران، حالا اومدن هر کدوم اینا از اون زمانی که جدا شدن بعدم یزدها و جشنهای متفاوت خودشون رو ساختن، چون دیگه از نظر اندیشه‌ای یواش یواش با هم فاصله پیدا کردن. در ایران در واقع این یزدها یا جشنها رو سمبول‌هایی گرفتن که در واقع سرزمینی بود، یعنی اومدن به سرزمین ایران با حال و هوا و سیستمی که بعداً در ایران یواش یواش که جایگیر و پایگیر شدن در سرزمین فلات ایران بزرگ که در واقع جایگیر و پایگیر شدن، یواش یواش یزدها هایی که برای خودشون ساختن معنیاش فرق کرد با هندوان. چگونه؟ به عنوان مثال، مثلا در هند در واقع فرشته یا دیوا سمبل روشناییه، اما مثلا زرتشت در ایران دیوار رو تبدیل کرد به دیو و کرد سمبل تاریکی. از اونجا هاست که ما میبینیم که افتراق یا جدایی بین اندیشه ایرانیان و هندیان ایجاد میشه. یا آسورا در هند در واقع اهریمنه و دیوا در واقع مثلا خدای نیکه، اهریمن براشون آسوراست. ولی ما در ایران آسورا رو زرتشت سپنمان گرفت، کرد اهورا، شد ایزد بزرگ، دانای بزرگ و سمبول همه نیکی ها شد. و اهریمن دیوا شد سمبول بدی ها که شد دیو. بنابراین دیو در سرزمین ما اکنون با سرزمین هند متفاوت معناش. اگه تو هند بگین دیوا که معنی هندیش هم در غرب رفته، مثلا اون موقعی که یادم گوگوش، خانم گوگوش اومده بودن ایران، بیرون از ایران اولین کنسرتی که میخواستن بذارن، همه جا می نوشتن پرژن دیوا، یعنی مثلا الهه بزرگ، مثلا خدای موزیک مثلا ایران، Persian Music دیوا. برای همین دیوا در هندوستان معنی خدای نیک روشن، آسورا معنی اهریمن و در ایران اهورا نیک و اهریمن یا دیو معنی بدی رو داره. خب حالا ببینین، یادمون باشه یزدها فرشته نیستن. ایزد که ما بهشون میگیم، ایزدان فرشته نیستن. فرشته در زبان پهلوی از فرسته یا فرستاده در واقع میاد و میدونیم که سین و شین در پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی به جای هم نشسته. شین در پهلوی اشکانی که مال شمال خراسان بودن پارت ها بیشتر به کار میره و سین در ساسانیان، دوران ساسانی بیشتر شده، پهلوی ساسانی که از جنوب غرب ایران هستن، استان فارس. بنابراین فرشته و فرسته دوتاشون یکیان، ولی فرشته یعنی فرستاده و برای همینه که در آیین مهر ما ممکنه که در واقع فرسته ها یا فرشته های گوناگون نداریم، ولی در آیین مزدیستان ما فرسته یا فرشته های گوناگون داریم که همونایی هستن که معمولا سمبل در واقع امشاسپندان هستن. امشاسپندان نوعی روح نیکی های گوناگونه که میتونیم یه جوری بگیم فرشته یا
فرشته هستن، ولی در آیین مهر ما فرشته یا فرشته رو نداریم به عنوان فرستادگانی که نیکی ها رو گسترش میدن. بنابراین اینم یک تفاوت دیگه است که بین آیین مهر و آیین میترا ایجاد شد. بعد افراد به اصطلاح ایرانیانی که به مرور مهرپرستی رفت کنار و هنگامی که آیین مزدی اسنا رو در واقع زرتشت بزرگ آورد، ایرانیان مهرپرستی که مزدایی شدن، این خورشید نماد خورشید یا چشم مهر یا چشم به اصطلاح روان هستی رو، خورشید رو به چشم مزدا تغییر دادن و خودشون رو مزدا پرست یا یزت بینش، یعنی کسانی که بینششون خرد جهانی شد، ببینی فرق کرد. یعنی ایرانیان تکامل اندیشه پیدا کردن. این موضوع خیلی جالبه برای خود من، این موضوعات خیلی جالبه برای اینکه ببینیم ایرانیان از آیین مهر گذر کردن، مزدا پرست شدن، یعنی تکامل اندیشه و خرد پیدا شد در ایران. و بعد به جایی که سمبول خورشید بشه سمبول روانه هستی، آمدن و گفتن که چشم مزدا، مزدا یعنی همون اهورا مزدا، خرد بزرگه و خرد بزرگ یا داناترین یا خردمندترین چشمش میشه خرد جهان، و خرد اومد جایگزین شد به چشم مهر که یک چیز فیزیکی بود، تصورش رفت تبدیل شد به یک چیز معنوی و اهورا مزدا تبدیل شد به بزرگترین دانا دیگه. ایرانیان دقیقاً، ایرانیان تکامل اندیشه پیدا کردن و این چقدر زیباست که نشون میده که چگونه دانش ایرانیان آروم آروم گسترش پیدا کرده و چقدر ایرانیان از نظر مغزی شروع کردن به پیشرفت بیشتر از و جلوتر از همه مردم جهان. خب بعد در دوران زرتشت، یزد هایی که نگهدارندگان عناصر طبیعی بودند، اون چهار آخشیج آیین مهر بودند، مثل هوا و خاک و آب و آتش، این یزد ها تبدیل شدن به چی؟ سپندار مزدگان. و سپندار مزدگان در واقع اونهایی شدن که شدن سمبل تقسیم قدرت اهورامزدا. باز ببینید اندیشه ایرانی خیلی زیباست، اصلا آدم واقعا زبانش بند میاد در برابر اندیشه ایرانی. ببینین ایرانیان، درسته که اهورامزدا رو به عنوان یک دانش یا خرد بزرگ و آگاهی کامل در واقع در نظر گرفتن، برترین آگاه ترین دانا در نظر گرفتن، اما این اهورامزدا نیومد مثل خدایگان آیین‌های بعدی مثل آیین یهودیت، آیین مسیحیت و آیین اسلام، آیین‌های ابراهیمی در واقع یا سامی، نیومد فقط قدرت دست خودش باشه، یک قادر مطلق جباره، نمیدونم قهار، اینا اون بالا بشینه یه چوبم دستش باشه تو سر اینا اون بزنه بعدم همه رو دست جمعی گله بفرسته توی جهنم و شکنجه به دوسور به مذاب بریزه و پوستشون رو بکنه و با مو آویزونشون کنه و اینا. اهورامزدا اینقدر خردمند بود که تقسیم قدرت کرد و این قدرتی که تقسیم شد به سپندار مزگان در واقع تقسیم شد و این شش تا سپندار مز، شش تا، سه تاشون مرد بودن، سه تاشون زن بودن و اینا هر کدوم شدن سمبل بخشی از روح نیکی های جهان، مثل مثلا فرض کنید مثلا وحومن که سمبل انسان شد، انسان در واقع اندیشه نیک، یعنی شد سمبل اندیشه نیک انسان، یا مثلا امردادگان سمبل نامیرایی، امرداد یعنی نامیرایی یعنی جاودانگی، یا مثلا هورتات که خرداد ماست مثلا شد سمبل رسایی یا کمال. ببینین یعنی این اهورامزدا نه اینقدر خودشون بالا بشینه همه قدرت مال منه، من هرچی دلم بخواد میکنم، نه، اومد تقسیم قدرت. یعنی ببینید خرد ایرانیان چگونه تکامل پیدا کرد و چگونه این در واقع عبارت، یعنی دادگری شاهان ایران باستان بر مبنای همین بود، دقیقاً
برگرفته از همین بینش و جهانبینی مزدا پرستی بوده در واقع، که اینقدر دقیقاً همین گونه است. سر و عادل بودن قبل از ورود ویروس اسلام به سرزمین. آفرین، یعنی نشون میده که ایرانیان با این اندیشه خیلی خردمندانه مترقی که تا امروز و به عقیده من تا جهان باقی است، این اندیشه هرگز کهنه نمیشه. چرا؟ چون مبناش بر مبنای خرد و آزادی گزینشه و خرد و آزادی گزینش تا قیام قیامت شما رو آپدیت یا بروز نگه میداره. شما هیچ وقت قدیمی نمیشین، برای اینکه همیشه خردتون رو تو مغزتون، تو سرتون دارید فکر میکنید و با اخلاق هم فکر میکنید، بین سود و زیانتون رو تشخیص میدید. بنابراین خرد با آزادی گزینه شما رو همیشه تا قیام قیامت به جا باشه. این کره خاکی نه شامل زمان خاصی است، نه شامل مکان خاصی، برعکس آیین‌های سامی یا ابراهیمی که یه سری فرمول اینجوری گذاشته پیامبرشون واسه خوردن و خوابیدن و نفس کشیدن و رفت و آمد و همه چیشون از 2000 سال پیش تا امروز، حالا 2500 سال پیش از دوران آیین یهود، بعد مسیح، بعد اسلام، همش میگن همین که هست، همین که گفتیم، همین که همینو انجام بدین دیگه، مغزتون هم نمیخواد بکار بره، همین که ما گفتیم همین خوبه. در حالی که هیچ وقت زرتشت چنین چیزی رو ادعا نکرد که همین فرمولی که من میگم تا قیام قیامت، گفت همه شما یه خردی در مغزتون دارین، با خردتون تصمیم بگیرید و با آزادی گزینشتون برگزینید و بهترین راه رو برای زندگی خودتون برگزینید. و هرگز هم نگفت که حالا پس فردا که شما مردین الان یه دوزخی هست، اونجا یک برزخی هست، نمیدونم شما رو میبرن از برزخ به دوزخ و بعد میزنن تو آتیش و اهورامزدا اون بالا با چوب وایساده داره همه رو تنبیه میکنه. چنین چیزی اصلا وجود نداشت. زرتشت و آیین مزد پرستی بر این باورن که دقیقا چیزی که امروزه، یعنی خردورزی رو اسلام سعی کرد که نه، ولی گرفته تقریبا از مردم ما، یعنی دقیقا نقطه مقابل خردورزی خرافه گرایی و خرافه پرستیه که با تمام توانش حالا موجیان اسلام که امروزه در ایران هستن در طول این 43 سال و قبل‌ترها در طول 1400 سال به هر شکلی تلاش می‌کردن که جلوی اینکه ایرانی، حالا من همیشه میگم با خودم صحبت کردم، میگم من کاری به بقیه مردم جهان ندارم، اما امروز درگیر مردم ایران هستم که ایرانی از خردش، از دانشش و از آگاهیش استفاده نکنه، حداقل در این زمینه ایدولوژی مذهبی یا حالا این زمینه ها همیشه خرافات رو در طول این 1400 سال دروغایی که بالای منبر رو برده مردم میدن و مردم ما رو به روزی رسوندن که این همه تبابی و سیاهی همش حاصل همین بیخردی و نداشتن تفکر و اندیشه دانایی و حتی سازندگی، چیزی که ما در قبل از در آیین مهر و آیین مزدا پرستی داشتیم و خردمون راهنمان بوده، ولی امروز رو که میبینیم دقیقا به خاطر استفاده نکردن از خرد و فقط چشم گوش بسته قبول کردن مزخرفات اسلامی رو. دقیقا درسته. یعنی ببینید نام اسلام خودش یعنی تسلیم، اصلا اسلام از تسلیم میاد. شما وقتی مسلمون میشین دیگه تمومه، یعنی باید تسلیم باشین و مغز تعطیل و همه چی خدا گفته و شما اصلا دیگه لازم نیست هیچ مخالفتی بکنید، پرسجوی بکنید و حقش هم ندارید، هر اونچه که خدا گفته تا قیام قیامت همون رو باید انجام بدید. در حالی که ایرانیان خب اینگونه نبودن و برای همینه که شما میبینید در آیین مهر گفتم بهتون که این یزدها اینا نشونه سمبل خرد ایرانیان بوده، یعنی اینکه نمیگذاشتن که هستی یا چرخه هستی از بین بره و همشو باید نگه می‌داشتن، این خردمندی ایرانیان بوده و این همچین خردی اصلا در بین در آیین‌های سامی شما نمی‌بینید، برای اینکه اندیشه ورزیدن و چالش کردن، به چالش کشیدن اصلا جزو آیین‌های سامی نیست و حرامه، یعنی ممنوع شدن انسان ها. شما در آیین مسیحیت هم میبینید زیادی نمیتونی شما برین اونجا وردنین سوال جواب زیادی بکنی، پاپ میزنن تو دهنتون، از کلیسای کاتولیک همچی میزنن تو دهنشون که جرأت نکنه کسی حرف زیادی بزنه و همه هم تو هاللویا گویان باید فقط برن واسن اونجا دولوراس بشن و نمیدونم یک که صلیب و اینو اونو بپرستن، در حالی که در اندیشه ایرانی
چنین چیزی نبوده. و ما یک نکته بسیار مهم دیگه اینه که ما اون سمبول نور یا خورشیدی که در آیین مهر وجود داشته، در واقع اعتقاد یا باورشون ایرانیان بر این بوده که نگهبان روشنایی در جهان خورشیده، و خورشید چون از شرق ایران، یعنی شرق کره زمین طلوع میکنه و شرق ایران دورترین نقطش اون موقع در خراسان بزرگ و آن سوی افغانستان کنونی بوده، کوهی بوده اونجا به نام پای کوهی در می اومد که بهش می گفتن اونجا پای میره، پای میر بعدن شد پامیر کنونی، برای که می گفتن پای مهر از اونجا بلند میشه. و ما می بینیم که پامیر امروزی دورترین نقطه ایران بوده از مرز شرقی، و چون خورشید از اون گوشه ایران، از شرق ترین نقطه ایران که در اومده، می گفتن که از اون نقطه خورشید یا مهر داره خانواده های ایرانی رو با چشم روشنش نگاه میکنه که راستی و روشنایی بر ایرانیان بماند. و از این روی هم باور داشتن که کسانی که راست نمیگن، مهر اونها رو نگاه نمیکنه. بنابراین کسانی که مهر اونها رو نگاه نکنه در تاریکی خواهند مرد. این تو اندیشه آیین مهر بعدن یواش یواش میاد و همون شب چله ما را که میبینیم اینه، سمبول نور و روشنایی مهره که تاریکی رو میکشه، و اگر شما تا نور بهتون نگاه نکنه، بهتون نیفته، شما در تاریکی خواهید مرد. ایزد مهر، من این نکترم بگم، یک عرابه ای داشت که با اون حرکت میکرد، و پس از آخرین شب بودن مهر در زمین، مهر با اون از زمین اعتقاد داشتن با اون عرابه به آسمان میره. ببینید همین اندیشه که اومد توی کریستیانیتی یا مسیحیت، یونانیا، رومی ها اینا رو از آیین مهر گرفتن. سنتا یا پاپا نوئل سمبل ایزد مهره، درشکش که میره تو آسمون اون عرابه مهره که با اون پس از آخرین شبی که مهر در زمین بوده که یک گاو رو قربانی میکنه و پس از اون میره به آسمان که میبینید دیگه مهر در خورشید میشه و میره در آسمان میمونه، مهر میگفتن یک انسان بوده که میرسه به اونجا. یعنی این روند تکامل رو از انسان روی زمین تبدیل شدن به سمبل نور رو به عنوان تکامل انسان میدونستن، و این رو با عرابه حرکت میکرد که امروزه عرابه سنتاست که با اون به میگن بهش گوز مستن و میره به آسمون. این از آیین مهر گرفته شده. ایزد مهر رو در عرابه ابزارهای جنگی هم میگذاشتن و نگهبانان باید سمبولی از وسیله جنگی داشته باشن. برای همین توی این ایزد مهر روی عرابش سلاح میبینید، تیر میبینید، تیر کمان میبینید و نیزه میبینید و اینها. برای اینکه چی؟ برای اینکه میگفتن مهر، ایزد مهر برای مبارزه با ناراستی و دروغ و ستم و بدی، تیر کمان و شمشیر دو سر یا تیغه دو تیکه‌ای که داشتن، این در اصل شمشیر مهر بوده که بعدها که ایرانیان اومدن این آیین شیعه رو بر اساس یک سری از باورهای ایرانی مشتق کردن از آیین اسلام اصلی، برای که بتونن ایرانیان رو از تازیان جدا کنن، این شمشیر دو سر یا دو لبه مهر رو به علی نسبت دادن و این شمشیر دو لبه مبارزه می‌کرده با دروغ و ناراستی. و میترا خودش بخشنده خورشید بوده، میترای بخشنده، در واقع بخشنده نور و روشنایی به شاهان بوده، و بنابراین میترا که خورشید بود هم روی پرچم ما به جامون، شمشیرش هم به جامون، و اینها شد سمبوله. و میبینی که از پشت اون شیر که سمبول میتراست، خورشیدی، نور خورشید هست که مهره، و شمشیرم که به دستشه برای مبارزه با تاریکی و سیاهی. بنابراین ما داریم میبینیم که خردمندان ایرانی چگونه این آیین مهر رو در واقع وارد اندیشه جهانیان کردن، نه فقط ایرانیان، جهانیان. و امروزه المان‌ها یا عناصر یا سمبل‌های آیین مهر در بخش‌های گوناگون، حتی ادیان گوناگون، حتی فرهنگ‌ها و کشورهای گوناگون رد پای پررنگش باقی مونده، حتی اگر نام دیگری برش گذاشتن یا اومدن مصادرش بکنن، بگن سنتا مثلا از ما اومده، اینه اون ریشه‌های الکی که براش می‌سازن، همون گونه که ریشه
زایش به اصطلاح عیسی مسیح رو زایش مه بوده، چون مه پرست بودن اروپایی‌ها، اندیشه مهری از ایران به اروپا رفته بوده و نمیتونستن که یه شبه بیان مردم رو از آیین مه که میگیرن. خب آیین مسیحیت که خودش سمبولی نداشته، اصلا هنوز ساخته نشده بوده تا 250 سال بعد از مردن مسیح، تازه اونم میگن اگه مسیحی باشه به هر حال، ولی میگن حالا برخلاف تا 250 سال پس از مرگ مسیح که اصلا آیینی ساخته نشده بوده بر مبنای مسیحیت. خود عیسی که نیامده بوده مسیحیت ایجاد کنه، کتاب ننوشته بوده، اینا رو همه رو اون افرادی که به اصطلاح میگفتن حواریون و یاران مسیح بودن به مرور اومدن گفتن مسیح اینو گفته، مسیح اونو گفته، مسیح اینو گفته، مسیح اونو گفته، یعنی همش الکی ساخت بگی. و 250 سال بعد تازه اینا اومدن این آیینو درست کردن، ولی اون زمان اروپاییان، روم و یونان دیگه مهرپرستی گسترش پیدا کرد، همه مهرآبا اونجا بود، همه رسم‌های آیین مهر اونجا در جریان بود و چون اینا رو نمیتونستن یه شب هم مردم بگیرن، گفتن چه کار کنیم که این آیینا بمونه ولی بکنیمش مثلا کریستیانایزش کنیم، مسیحیش کنیم. و اینا رو همه رو یه ریشای علکی بهش دادن، اصلا کسی نمیدونه مسیح که به دنیا اومده، اصلا برخی از پژوهشگران که میگن شاید همچین کسی وجودم نداشته، یک شخص تخیلی ساختگیش، چون 250 سال بعد مردنش تازه علم شد و در موردش مثلا چیزایی نوشتن. اونم اون زمان شما فکر کنید مردم بی سواد 2000 سال پیش که هیچ داکیومنتیشن یا مکتوباتی هم نمیمون، تاریخ و نمیدونم نوشته هایی هم باقی نمیمون، چگونه همه این ریز و جز تاریخ تولد مثلا مسیح هم به صورت قراردادی اومدن. شب کریسمس در واقع همون چیزیست که شب چله ماست، متو اومدن با 3-4 روز تفاوت دیرترش کردن ولی گذاشتنش اونجا، گفتن این میشه سمبول زادروز مسیح. اونم سنتا هم در واقع سوغات میاره و کادو میاره و خبرهای خوش میاره از عالم بالا، با یک نمیدونم عرابه میاد و برای بچه ها کادو میاره، یعنی اینا همش قصه شد، یعنی این چیزهایی که در المانهای آیین مهر بود قصه شد و وارد آیین مسیحیتش کردن، مانند درخت کاجی که ما با ماه و ستاره در شب چله به مناسبت زایش خورشید، ما همیشه یک درخت سرو رو یا کاج یا سرو رو در ایران، و دقیقا هم چون آب و هوای ایران سرو داشت و همه جا نداشت، ما سرو رو سمبل ایران میدونیم، سرو رو با آرایه های خورشید های طلایی و نخهای نقره‌ای تزیین میکردن به سمبول این که زایش خورشیده جشن میگرفتن. بعد این اومدن بردن در آیین مسیحیت و کردنش درخت کریسمس و تمام اینها از آیین ما گرفته شد. مثلا سمبول سرخ و سبز سمبول ایرانیان بوده، سرخ که ایزد مهر، سبز که درخت سر، ولی الان سرخ و سبز شده رنگ کریسمسی، رنگ چیزها و تزینات کریسمس. مسئله ای که واقعا ناراحت کننده است، من های صحبت های شما میشینم واقعا دلم میگیره، بخاطر اینکه ببینید ما در زمانهای بسیار دور هزاران سال پیش چه فرهنگی داشتیم، شادی بخشی توانمندی و همه چی ما، ببینید همه چی ما با اون تقسیم قدرتی که شما میگه در آینه از مزدا، حالا به صورت فیزیکی که مهرپرستی هم خورشید پرستی تبدیل شد به مزدا پرستی و تمام اینها رو ما داشتیم، یعنی هر چیزی که لازم بود یک کشور، یک مملکت، جامعه داشته باشه که حتی از نظر روحانی، حالا ما کاری به مسائل سیاسیش فعلا نداریم، از نظر روحانی بتونن مردم خودشون رو تسلیم بدن رو ما داشتیم. و چقدر ما احساس بعد از اسلام احساس بیریشگی، احساس کوچی و بیهودگی این دین و این ایدئولوژی به مردم ما داده که الان میبینیم که خیلی از مردم رو میارن به مسیحیت، حالا به دلایل خیلی حالا گسترده و وسیعی که حالا نمیدونم ولی همه اینا به خاطر اون سردرگمی و چیه که دین اسلام به خاطر تمام بدیهایی که داره به مردم ایران و یک ایرانی که اون دوران رو داشته، اون آیین رو داشته، اون سرزمین رو، اون فرهنگ رو، تاریخ رو داشته، از اسلام بیریشگی رو گرفته. یعنی تنها چیزی که اسلام ما داده ناامیدی، عزا، زاری، گریه، خودپیشنداریه. و ببینید الان ما میبینید در کشورهای اروپایی ایرانی ها میرن زندگی میکنن، اولین کاری که میکنن بدون اینکه به تحقیق کنن ببینن ریشه این همیشه به کریسمس از کجا اومده، شروع میکنن درخت کاج گذاشتن و کریسمس مبارک گذاشتن و یک از این چیزایی که
وقتی مثلا امثال ما هیچی نمیگیم میگم و چرا نمیگی؟ من حالا خیلی علاقه به این مسائل ندارم البته، اما ببین همه اینا حاصل تسلط اعراب و این ایدولوژی اسلامی در طول 1400 سال بر فرهنگ غنی ما. ما اگر برگردیم به فرهنگ خود با آیین‌های خودمون، همون یکتاپرستی و مزدا پرستی، چقدر مردم ما دوباره از خرد اخردش استفاده کنن جایی از خرافات استفاده کردن و دوباره ما میتونیم جشن رو آزادانه و بدون ترس از حاکمانی که با هر شادی مخالف هستن کشورمون برگزار کنیم، چقدر دوباره ما میتونیم پویا باشه مردممون، چقدر میتونه فرهنگمون دوباره مثل قبل شکوفا بشه، که این هم یکی از چیزایی که باعث دلشکستگی آدم میشه که هر چقدر میریم جلو کشورهای دیگه پیشرفت میکنن، ولی ما هر چقدر میریم عقب به پیشرفت انگار نزدیکتر میشیم. دقیقا همینطوره. متاسفانه نبودن آگاهی، پژوهش و دانش ایران شناسی، ندونستنش توسط مردم ایران. اگر مردم ایران، اون تعدادی که در پاسارگاد اومدن 2 سال و 3 سال و 4 سال پیش، 200,000 نفر در سال 57 در آغاز شورش 57 آمده بودن، هرگز، یعنی اگه این تعداد آدم اون زمان داشتیم دور پاسارگاد جمع می شدن به مناسبت زادروز کوروش بزرگ، هرگز انقلابی در ایران صورت نمی گرفت. یعنی اینکه اگر مردم ما این آگاهی رو اون زمان پیدا کرده بودن، مطمئنن این اتفاقات بعد در ایران نمی افتاد و این روند آگاهی رسانی به ویژه با شبکه‌های اجتماعی تو خیلی تندتر شد، شتاب گرفت و اینها موجب شده که عده بسیاری امروزه این مطالب رو بشنوند و اینها رو آشنا بشن و به همدیگه نشون بدن و به همدیگه یاد بدن و ریشه یابی و ریشه دانستن بزرگترین عامل موفقیت ملت هاست. یادتون باشه اگر ملت تاریخ خودشو ندونه، همیشه اینو گفتن، بارها مجبور اشتباهاتشو تکرار کنه. ما اگر ریشه هامونو نشناسیم، از نداشتن جایگزین و خوراک فکری در زندگیمون مجبوریم آویزون بشیم به هر چیز وارداتی که به ما بدن. حالا ممکنه یه آینه وارداتی باشه، یک رسم وارداتی، یک مراسم، یک جشن وارداتی، بدون اینکه بدونیم ریشه های خودمون کجاست و چه اندازه از این ریشه ها جشن های دیگه در جهان از ریشه های خود ما اومده و یک روزگاری ما خود ما بودیم اینا رو صادر کردیم به مردم جهان و بعدها اونا رو گرفتن با یه تغییر و تحولاتی بومیش کردن برای خودشون، به خورد ملت خودشون دادن و به خورد مردم جهان دادن و شدن صاحب اصلی اون جشن ها یا اون اندیشه ها یا به اصطلاح اون نوآوری هایی که ایرانیان، این خوراک فکری که ایرانیان به جهان دادن. سپاسگزارم ازتون. من فکر میکنم که وقت برنامه‌مون امروز اینجا تموم شده، نه؟ فکر میکنم بله. فقط اجازه من در 2 دقیقه یک مطلبی رو الان دوباره میگم. شما که صحبت میکنین خیلی مسائل برای آدم باز میشه، تازه ما میفهمیم که ای وای بر ما که چه اشتباهی سال 57 کردن پدران ما. البته پدر من نبود جز اون پدران، ولی ببینید شاهنشاه آریامهر تمام تلاشش رو میکرد که با برپایی جشنهای 2500 ساله و همینطور تمام جشنهای ایرانی دیگر هم میگرفتن، جشنهای ایرانی، و داشت به مردم میگفت مردم ما در سیاهی مطلق بودیم در طول این 1400 سال، بیاییم و برگردیم به ریشه های خودمون. اما متاسفانه یک عده که هنوز هم حاضر نیستن از اون گندی که زدم پایین بیان، تباه که من همیشه همه جا این رو گفتم، 57 واقعا تباه هستن، کسایی که خودشون رو اون زمان الیت جامعه میدونستن، ولی در واقع اون زنی که عکسش پنجشومنی فکر کنم گرفت گذاشت و چه من شاه رو بخواد، از تمام اونهایی که ادعاشون میشد در دانشگاه قرب درست مونده بودن بسیار روشن فکرتر بود و اون زن فریاد میزد من شاه رو میخوام، شاهی که سعی میکرد ما رو با ریشم و با گذشتم و با تاریخمون و فرهنگمون آشتی بده. ما خیلی ملت ایران خیلی جایگاه ویژه‌ای دارن در تاریخ ایران و برگردیم و ریشه‌هامون رو بشناسیم و آشتی کنیم با فرهنگ خودمون. اما که متاسفانه نذاشتن، چپ‌ها نذاشتن و کشورهایی که منافعشون در سر کلا بودن آخوندی. حالا برنامه فرهنگی قرار نیست ما سیاسیش کنیم و میخوام خیلی سپاسگزاری کنم دکتر آرتمیس عزیز که این برنامه ما رو همراهی کردی. خیلی آموزشم، خیلی یاد گرفتم، من واقعا از صحبت‌های شما لذت بردم. مطمئنا کسانی که این ویدیو رو بعدا خواهند دید هم مثل من لذت خواهند برد و
کم کم ما میتونیم با فرهنگ خودمون از طریق این برنامه و دوستان دیگه که دارن تلاش میکنن در زمینه های فرهنگی و تاریخی آگاهی رسانی کنن، مطمئنا روزی مردم ما به این نتیجه خواهند رسید که هست مسلمان ها میگن انا لله و انا الیه راجعون، ما هم باید به ریشه خودمون برگردیم. ببینید همه چی رو اومدن برای ما برعکس کردن، ولی ما روزی برمیگردیم به ریشه خودمون، فرهنگ خودمون، تاریخ خودمون و اون روز ما ملت سرافرازی خواهیم بود. سپاسگزارم، زنده باشید، خیلی لطف کردین که تشریف بردین تو برنامه دیگه. شما رو خدای بزرگ اهورامزدای پاک و مقدس میسپارم. جاوید شاه پاینده ایران. جاوید شاه پاینده ایران و سپاس از همه بینندگان شنوندگان من. بدرود. بدرود.